در این حضرت علی رضی الله عنه نگفتن من امامت الهی رو دارم، در هیچ جا به قدیر خم استناد نکردن، در هیچ جا به قدیر خم به عنوان اینکه خلیفه بلافصل یا امامت الهی بهشون داده شده. اونجایی که استنادم کردن به قدیر خم، در اونجا همون مطلبی رو گفتن که عامه مسلمان ها به اون مطلب اعتقاد دارند: ولا، دوستی، محبت، نصرت. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: اللهم وال من والا و عاد من عادا. خود پروردگارا دوستی کن اون کسی رو که باهاش دوستی کرد و دشمنی کن اون کسی که باهاش دشمنی کرد. آنگاه که حضرت علی دشمنی کردند، ایشون به این قول پیامبر صلی الله علیه و آله استناد کرد و اهل سنت هم با این معنا و مفهوم هم خطبه پیامبر صلی الله علیه و آله رو میفهمند و فهمیدند و امت اسلام هم این چنین فهمی رو داشته و صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله هم این فهم رو داشتن و حضرت علی هم این استدلال رو داره میکنه. در خطبه شیش نجل بلاغه حضرت علی در نامه خودشون به معاویه رضی الله عنه این نکته رو میارن که همون افرادی که من رو انتخاب کرد، حضرت عثمان رو انتخاب کردن، همونها من رو هم انتخاب کردن، همون شورایی که حضرت عثمان رو انتخاب کرد اون شورا من رو انتخاب کرد. هیچگاه استدلال نکردن نه به قدیر و نه به نکته دیگری که بیانگر امامت الهی باشه. اونچه که بعدها به اونها نسبت داده میشه، چه به انبیا و چه به پیروان پیامبر صلی الله علیه و سلم، چه به خاندان پیامبر، همه اینها ساخت و بافت پیروانی هست که در حق اونها غلو کردند و مقام اونها رو از مقام حقیقی اونها فراتر و بالاتر بردن. در اینجا هم در یکی از شبهاتی که وفد نجران یا سخنگویشون مطرح کرد این بود که از عیسی علیه السلام بدون پدر از مادر متولد شد، آیا دلیلی نیست بر اینکه فرزند خدا باشه؟ مرده رو زنده میکرد، آیا دلیلی نیست که فرزند خدا باشه؟ نابینا رو بینا میکرد، آیا دلیلی نیست که فرزند خدا باشه؟ که قرآن کریم همه این صفات رو میاره، میگه اینها همشون به اذن الهی بوده، با قدرت خودش نبوده، همراه بودن اذن الهی با او دلیل بر نبوتشه. اما در ارتباط با خلقتش میگه این مثل عیسی که مثل آدم، آدم رو که خودتون قبول دارید که بدون پدر و مادر آفریده شد، الله متعالون از خاک آفرید، خودتون میپذیرید این اصل رو. اگر عدم وجود پدر و مادر دلیل بر این هست که فرزند خدا هست، پس اولا هست که آدم رو شما فرزند خدا بدونید، که هیچگاه این اعتقاد رو ندارید و این اعتقاد رو نمیپذیرید. در نتیجه حضرت عیسی هم فرزند الله متعال نیست، بلکه مخلوقی از خلق اله هست. الله متعال به طور استثنائیشون رو آفرید تا دلیلی باشه و حجتی باشه بر افرادی که در بین اونها برای نبوت مبعوث شده. وجود این گونه شبهات و وجود این گونه موارد از شبهه برای زمینه سازی غلو در حق شخصیت ها برمیگرده به عدم شناخت صحیح پروردگار متعال. وقتی که ما رب ذوالجلال رو به درستی نشناسیم یا ایمان ما به صفات رب ذوالجلال و به یکتایی پروردگار متعال به صورت صحیح نباشه، اندک شبهه‌ای میتونه ما رو به شرک بندازه و مقام شخصیتی رو با مقام الله متعال شریک قرار بده. اما اگر ما مقام الهی رو به طور صحیح و صفات پروردگار متعال رو به درستی بدونیم که الله متعال
بی نیاز هست، غنی هست، یکتا هست، از هر گونه صفات نقص مبرا هست، از هر گونه صفات نقص مبرا هست. وابسته بودن به فرزند، به خلیفه، جانشین، همه اینها صفات نقص هست و الله متعال از این صفات نقص مبرا هست. الله متعال صمد هست، حی هست، قیوم هست. الله متعال غنی هست، بی نیاز هست، همه به او نیازمند هستند. کمال الهی رو وقتی که ما با صفات الله متعال به درستی بشناسیم و ایمان داشته باشیم، به طور طبیعی وجود ویژگی های شخصیتی نادر در افراد هیچگاه باعث نمیشه که ما اونها رو از رتبه مخلوق بودن به خالق بودن برسونیم یا مرزهای خالق و مخلوق رو نتونیم به درستی تشخیص بدیم. اونگاه که جایگاه و مقام الله متعال به درستی در ذهن و در فکر انسان تثبیت نمیشه و به همین صورت به غیر الله وصفش و صفاتش برتر و بیشتر از الله متعال معرفی میشه، اونجا هست که حد و حدود خالق و مخلوق مبهم میمونه و زمینه شرک در انسان فراهم میشه. به خاطر ما همیشه میگیم الحمدلله رب العالمین. کمال صفات هم در واقع ستایش هست و شکر فقط نیست. کمال صفات از خاص به الله یکتایی هست که بی همتا هست و بی نیاز از همه خلایق.